احمد نادری نماینده مجلس در تهران در پیامی در شبکه اکس خواستار آزمایش بمب اتمی شده و گفته دیر هم شده. این نماینده مجلس مدعی شده این اقدام یعنی بازدارندگی حداکثری. جمهوری اسلامی علارغم پنهانکاری فراوان در مورد برنامه هسته‌ایش اما همواره ادعا کرده که مقاصدش از توسعه برنامه اتمیش غیر نظامیه. هرچند کارشناسان معتقد هستند غنی‌سازی بالای 60% هیچ توجیه غیر از مصارف نظامی نداره. در ارتباط با این موضوع در این لحظه گفتگویی داریم با آقای بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای از وین اتریش. درود بر شما آقای بیات. با روی کار آمدن ترامپ که به صراحت گفته جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه، این ادعای این نماینده مجلس به چه معنایی هست؟ نابخردی از یک طرف، از یک طرف گزافه‌گویی و دستخوانی. بهتون من بعید به نظرم میاد که اصولاً با واقعیت ربطی داشته باشه، ولی ظاهراً متاسفانه این دستندرکاران جمهوری اسلامی دچار نابخردی هستند. از این نقطه نظر فقط میشه اینجوری توصیفش کرد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو برای ساختن بمب اتمی به نظر من از جهت بیشتر بازدارندگی آغاز کرده، ولی اجالتاً در اون مرحله نیست. حداقل همه قرائن بر این دلالت دارن که در اون مرحله نیست که بمب داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی دستش باز باشد، نظارت بین المللی کنار برود، می تواند در فاصله یکی دو ساله بمب اتم بسازد. الان اجالتاً فقط مواد غنی شده در طول مثلا دو سه هفته، چند هفته می تواند به اندازه کافی مواد غنی شده برای ساختن چند تا بمب را داشته باشد، اما این هنوز بمب نیست. برای تولید خود بمب یه سری اقدامات لازمه که متالورژی اورانیوم، ساختن خود بمب، ساختن دوتا چاشنیش، تست بمب، بعد کوچیک کردنش، مینیاتوریزه کردنش برای جا دادن در کلاهک‌های برای انتقال. در حال یه سری اقداماتیه که باید صورت بگیره. رژیم جمهوری اسلامی علاقه می داشت بتواند بکند، ولی در شرایط کنونی به نظر نمی آید که دست چنین باز باشد. و این لحاظ خب این صحبت این آقا رو به عنوان یک گزافه‌گویی میشه تلقی کرد. البته این آقا زیاد شخصیت برجسته نیست. پاره از شخصیت برجسته رژیم مثل آقای خرازی یا رئیس سازمان انرژی اتمی شده، حتی آقای صالحی اخیراً مثلا چند ماه پیش اشاره داشتم به این که ما می توانیم اگر بخواهیم، یک کمی دو پهلو هم نگرش داشتن. به نظر منم اونم گزافه‌گوییه. می توانند البته اگه دستشون باز باشد برای یه مدتی، اما من بعید می دانم در لحظه کنونی رژیم جمهوری اسلامی بتواند به سرعت یک بمب هسته‌ای بسازد. آیا باید فرض بذاریم که جمهوری اسلامی تواناییشو داره و تونسته یه سلاح اتمی هم در واقع آماده کنه، آیا تصور میکنید اسرائیل و آمریکا اجازه دستیابی به سلاح اتمی به جمهوری اسلامی میده؟ من اندکی فراتر میرم، فقط به اسرائیل و آمریکا اکتفا نمیکنم، بلکه شما اگر بیانیه های گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان رو تعقیب بکنید در سالهای اخیر، شما میبینید توی همه بیانیه ها این موضوع مطرح شده که ما اجازه نمیدهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست بیابد. طبیعتاً اسرائیل به طریق اولا، آقای نتانیاهو به طریق اولا و آقای ترامپ هم که به زودی میاد به طریق اولا. یعنی به نظر من رفتن جمهوری اسلامی به طرف ساختن بمب به لحاظ عملی و واقعی کشور ایران رو در یک مخاطره بزرگ قرار خواهد داد. در بله بدیهی به ایران حمله نخواهد شد مثل آنچان که در عراق بود، اما من فکر میکنم میتوانند اگه با اسرائیل با کمک ایالات متحده امریکا میتوانند کشور را به اصل حجر بفرستند.
هم تاسیسات هسته‌ای و فراتر از اونم بسیاری از زیرساخت‌های کشور رو از بین ببرن. امیدوارم که رژیم جمهوری اسلامی به عقل بیاد و به چنین اقداماتی واقعا به سمت ساختن بمب نرود. در لحظه کنونی رژیم یا بگیم یکی دو سال اخیر دو ریله پیش رفته. یه ریلش این که مرتب به ساختن بمب اتمی نزدیکتر بشه، الان اول به طور مشخص به اندازه کافی مواد هسته‌ای داشته باشه، این یک ریلش. و ریل دیگر که اگر که فرصتی دست میداد، اگر دست بدهد، شاید بتواند گریزی بزند به طرف ساختن بمب. همیشه این دو مسیر رو طی کرده و به نظر از هر دو مسیرش هم برای تهدید کشورهای غربی استفاده کرده که امتیازاتی بگیرد، تا حدودی هم مؤثر واقع شده. اما خب تا این مؤثر واقع شدن محدوده، این مؤثر واقع شدن تا آنجاست که غربی ها نمیخوان وارد جنگ بشن. اما اگه مجبور بشن، متاسفانه واقعا برای کشورمون باید بگیم متاسفانه ممکنه واقعا خطر یک جنگ هم به میدون بیاره. آیا برای حدود 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم برای این بخش، آیا ممکن هست کره شمالی یا روسیه به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای بده؟ برای من روسیه رو میتونم بگم به طور قطع نه، زیرا که روسیه به هیچ وجه علاقه نداره که در همسایگی جنوبیش در ایران یک قدرتی درست بشه که در وهله اول به لحاظ روانشناسی وقتی یک کشور بمب داره انگار که هم ارز هم شدن. این توهمه ولی واقعیته. کره شمالی رو وضع فرق میکنه ولی من بعید میدانم. اما اگر ازم بپرسید چرا، سخت برام، زیرا که تا حدودی میشه گفت کره شمالی تحت نفوذ چین و روسیه است و همین دوتا کشورم بعید به نظرم میاد بهش اجازه چنین کاری رو بدهن، اما به کلی منتفی نیست. سپاسگزارم از شما، بهروز بیاد، کارشناس امور هسته‌ای از وین اتریش.